در کوچه های برفی بهمن بر هر صلیب پیکری از عشق می گداخت. از قطر قطر خون مسیحان روزگار نام تو می چکید، یعنی به باغ خاطر پاییز ما که عشق مثل حریر سبز دامن خود را گشوده بود، نام خجسته‌ات بر سینه شکفته هر شاخه ای نشست. شاعر و نویسنده متعهد جمشید پیمان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا، نرگس هستم و در خدمتتون در 18 بهمن 94 برابر با 7 فوریه 2016 گرامی می‌داریم یاد شهدای فدایان خلق و مجاهدین خلق در 19 بهمن 49 و 19 بهمن 1360، همانهایی که با مقاومت خود در برابر رژیم‌های شاه و خمینی ایستادگی می‌آموزند، و با گرامی داشته 22 بهمن سالروز انقلاب ضد سلطنتی 1357 برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. برنامه امروز رادیو ایراوا رو با نگاهی به چند رویداد تاریخی و رویدادهای هفته آغاز می‌کنیم. سپس در خدمت آقای پرویز خزائی خواهم بود. بخش انگلیسی نیز شامل رویدادها و ترانه است که به سمعتان خواهد رسید. ابتدا تقویم تاریخ. نوزده بهمن سال 1349 سالروز حماسه سیاه کل می باشد. یک هسته چریکی به فرماندهی علی اکبر صفایی فراهانی و 5 تن دیگر از یارانش از اواسط شهریور 49 برای بسیج و تدارک عملیات مسلحانه در بهار سال 50 رهسپار جنگل‌های گیلان شده بود. ساواک و ارگان‌های امنیتی رژیم شاه که به وجود این هسته چریکی پی برده بودند، موقعیت این تیم در جنگل را در مخاطره قرار داده بودند و این تیم زمان عملیات را جلو انداخت و در شامگاه 19 بهمن با حمله به پاسگاه سیاه کرد و خل سلاح آن پا به میدان مبارزه مسلحانه نهاد. هسته چریکی پس از حمله به پاسگاه سیاه کرد به سوی جنگل عقب نشست و تا 18 اسفند در حلقه محاصره دشمن به مقاومت پرداخت. در نبردها فدایان مهدی اسحاقی و محمد رحیم سمایی کشته شدند. پس از آن نیز در تاریخ 26 اسفند علی اکبر صفایی فراهانی و 12 فدای دیگر در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند. 19 بهمن سال 60 سالروز شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی، 2 تن از کادرهای سازمان مجاهدین خلق ایران است که همراه با 18 تن دیگر در مقابله با حمله پاسداران به مقاومت پرداختند. پایگاه اشرف و موسی واقع در زعفرانیه تهران که از ساعت 12 شب توسط پاسداران با سلاح‌های سنگین و سبک محاصره شده بود، ساعت 5 بامداد از هر سو مورد حمله قرار گرفت و درگیری مسلحانه بین نیروهای مجاهدین و ماموران حکومتی سر گرفت. شهدای 19 بهمن که به عاشورای مجاهدین مشهور است، عبارتند از اشرف رجوی، موسی خیابانی و همسرش آذر رضایی که ماهای آخر بارداری خود را می‌گذراند، محمد مقدم و همسرش مهشید فرزانه‌سا، عباس علی جابرزاده و همسرش ثریا سنماری، تهمینه رحیم نژاد و همسرش طه میرصادقی، فاطمه نجاریان و همسرش شاهرخ شمیم، ناهید رافتی و همسرش حسن مهدوی، محمد معینی، کاظم مرتضوی، خسرو رحیمی، مهناز کلانتری، حسن پورغازی، سعید سعیدپور و حسن بخشافر.
سه کودک یعنی سیما فرزند محمد مقدم و مهشید فرزانسا، الهام دختر عباسعلی جابرزاده انصاری و ثریا سنماری و مصطفی فرزند اشرف و مسعود رجوی زنده به اسارت درآمدند. مصطفی بعدها به کمپ اشرف در عراق پیوست. در روز 22 بهمن 1357 انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران موفق شد رژیم سلطنتی و حکومت پهلوی را سرنگون کرده و به پیروزی برسد. روزهای 21 و 22 بهمن با شورش همافران در پادگان مرکز فرماندهی نیروی هوایی ایران و باز شدن درهای پادگان‌ها و اسلحه خانه‌ها به روی مردم، قیام مسلحانه مردمی سراسر تهران را فرا گرفت و در شرایطی که خمینی تا آخرین لحظه با قیام مسلحانه مردم مخالفت می‌کرد، پادگان‌ها و مراکز نظامی رژیم یکی پس از دیگری توسط مردم مسلح شده و هواداران سازمان‌های انقلابی از جمله فدائیان و مجاهدین خلق سقوط کرد. فروغ فرخزاد در 24 بهمن 1345 درگذشت. فروغ متولد 8 دی 1313 در طول عمر کوتاهش 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی به شمار می‌روند. فروغ با مجموعه‌های اسیر، دیوار و اوسیان کار خود را آغاز کرد. در سال 1341 فیلم خانه سیاه است را ساخت و در سال 42 در نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده بازی چشمگیری از خود نشان داد. در زمستان همان سال مجموعه تولد دیگر را با تیراژ بالای 3000 نسخه توسط انتشارات مروارید منتشر کرد و سپس مجموعه تولد دیگر انتشار یافت و به دنبال آن مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. فروغ فرخزاد در روز 24 بهمن 1345 بر اثر تصادف هنگام رانندگی با اتومبیل شخصیش در تهران جان سپرد. جسد او در روز چهارشنبه 26 بهمن با حضور نویسندگان و همکارانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می کنم. مهمترین رویدادهای هفته را با خبری از کانادا آغاز می‌کنیم. دولت کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه موشکی رژیم ایران اعمال کرد و 6 فرد و 1 ارگان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. استفان دیون وزیر خارجه کانادا گفت کانادا از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رژیم ایران نگرانی دارد و افزود کانادا از استانداردهای خود به ویژه در زمینه سابقه نقض حقوق بشر رژیم ایران چشم‌پوشی نمی‌کند. وزیر خارجه کانادا تأکید کرد تحریم‌های فراگیر رژیم ایران را پای میز مذاکره آورد و به توافق‌نامه‌ای منجر شد که برنامه هسته این رژیم را به عقب راند. دولت کانادا طی بیانیه‌ای در ارتباط با تحریم‌های جدید موشکی اعلام کرد ما به تعهد قدرتمند خود در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهیم. کانادا با هر گونه پشتیبانی رژیم ایران از سازمان‌های تروریستی و برنامه موشک‌های بالستیک این رژیم مخالف است. از سوی دیگر نخست وزیر کانادا جاستین ترودو نیز روز پنجشنبه 4 فوریه در کلگری پس از ملاقات با رهبران شرکت‌های نفتی اعلام کرد که برای لغو تحریم‌های کانادا علیه رژیم ایران عجله‌ای ندارد. هنوز نگرانی های قابل توجهی درباره حمایت دولت این کشور از تروریسم و نقض حقوق بشر وجود دارد. مقاومت ایران بازداشت و عزت و آزار دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتی 57 توسط وزارت اطلاعات را محکوم کرد و ملل متحد و دیگر مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت این اقدام فراخواند. در بخانه شورای ملی مقاومت اعلام کرد ساعت 10 بامداد جمعه 16 بهمن دکتر ملکی 82 ساله توسط ماموران وزارت اطلاعات در چهارراه پارکوی تهران بازداشت شد. ماموران او را به طرز وحشیانه سوار یک ماشین پژو کردند که بر سر آن سر دکتر ملکی زخم برداشت و بدنش دچار کوفتگی شدید شد. نیروهای حکومتی بعد از چند ساعت دکتر ملکی را در بیابان‌های بهشت زهرا در جنوب تهران رها کردند. دکتر ملکی در سال 1360 دستگیر و سال‌ها در زندان‌های رژیم به سر برد. او در سال‌های اخیر نیز با اینکه از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد، بارها توسط نیروهای حکومتی بازداشت و زندانی شد. العربیه نت روز شنبه 17 بهمن گزارش داد شینا شیرانی، گوینده زن شبکه خبری انگلیسی زبان رژیم به نام پرس تی‌وی، از این شبکه کناره‌گیری کرد. وی پس از خروج اضطراری از ایران یک نوار صوتی منتشر کرده که در آن حمیدرضا عمادی مدیر خبر شبکه پرس تی‌وی از شیرانی تقاضای رابطه غیر اخلاقی می‌کند و الفاظ زشت خارج از عرف به زبان می‌آورد. بنا به گزارش العربیه نام حمیدرضا عمادی به دلیل سابقه همکاری با وزارت اطلاعات در جریان اعترافگیری تلویزیونی از بازداشت شدگان قیام 1388 در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. وی همچنین از جمله مدیران نزدیک به محمد سرافراز، رئیس کنونی رادیو تلویزیون رژیم و رئیس پیشین پرستیوی می باشد.
ایرانیان آزادیخواه در اعتراض به حضور جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران در لندن در برابر پارلمان انگلیس و بنگاه فکری چتم هاوس تظاهرات کردند که توجه رسانه‌های بین‌المللی و عربی را به خود جلب کرد. گفتنی است که برخی پارلمانترها و شخصیت‌های انگلیسی نیز از این تظاهرات حمایت کردند. تظاهرکنندگان که برای توقف اعدام‌ها در ایران شعار می‌دادند، خواستار محاکمه سران رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر شدند. روز پنجشنبه 15 بهمن جنرال احمد الاسیری سخنگوی نظامی عربستان در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس از آمادگی عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه برای جنگ با شبه نظامیان داعش خبر داد. این تصمیم عربستان پس از شکست مذاکرات صلح ژنو و ادامه بمباران اپوزیسیون سوریه توسط روسیه صورت گرفت. لازم به ذکر است که بحرین نیز برای ارسال نیروی زمینی به سوریه اعلام آمادگی کرده است و عربستان و اردن مشغول تمرین‌های نظامی می‌باشند. بر اساس آمار اعلام شده سایت‌ها و خبرگزاری‌های حکومتی رژیم، طی 10 روز گذشته از تاریخ 6 بهمن تا 16 بهمن تعداد پاسداران و ماموران نیروی تروریستی قدس که در سوریه کشته شده‌اند به بیش از 40 نفر می‌رسد. در میان کشته شدگان شماری از سرکردگان سپاه پاسداران و تعدادی آخوند نیز به چشم می‌خورند. نیویورک تایمز 15 بهمن در گزارش از ایران نوشت بسیاری از زنان و جوانان ایرانی در مورد انتخابات آینده سرخورده شده و از اصلاحات ناامیدند و از سوی دیگر امید خود به روحانی و قول‌های وی برای جامعه آزاد را از دست دادند. این منبع افزود وعده‌های روحانی که محدودیت‌ها بر روی اینترنت را کاهش می‌دهد انجام نشد. دستیابی به رسانه‌های اجتماعی رسماً مسدود است، هرچند روحانی و خامنه‌ای شماره حساب‌های توییتر خود را دارند. این اعتراض عمده است که در میان سنین زیر 30 سال وجود دارد که بیش از 2/3 جمعیت 78 میلیونی را تشکیل می‌دهند، کسانی که بعد از انقلاب 1979 که شاه را سرنگون کرد به دنیا آمدند. زنان ایران که بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند در میان تحصیل کرده ترین در خاورمیانه هستند. نرخ باسوادی در میان زنان ایرانی 80% و بیش از 50% ورودی به دانشگاه از آن زنان می‌باشد. بانک مرکزی ایرلند روز جمعه 16 بهمن طی بیانیه‌ای با لغو تحریم‌های بانکی رژیم ایران مخالفت کرد و اعلام نمود در موقعیتی نیست که فعالیت‌های بانکی مرتبط با رژیم ایران را انجام دهد. در بیانیه‌ای بانک مرکزی ایرلند آمده است این بانک به مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، خزانه‌داری آمریکا، سازمان ملل متحد و اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا پایبند است. به این دلایل بانک مرکزی ایرلند هنوز در موقعیتی نیست که مبادلات مرتبط با رژیم ایران را انجام دهد. بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی نیز با وجود لغو تحریم‌ها همچنان برای برقراری روابط با رژیم ایران دچار تردید هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات ارشد بانکی فرانسه که مایل نبود نامش فاش شود می‌نویسد برداشت آمریکا و فرانسه در مورد اجرای برجام متفاوت است. به گفته این خبرگزاری بانک‌های اروپایی علاوه بر جرایم احتمالی از سوی آمریکا نگران پیامدهای ناشی از نقض مقررات بین‌المللی بانکی نیز هستند. دادستانی شهر خوی با درخواست معالجه زندانی سیاسی زینب جلالیان خارج از زندان مخالفت کرده است. زینب جلالیان که از بیماری ناخنک چشم و بیماری روده رنج می‌برد بعد از انتقال به زندانی خوی به دلیل نبودن امکانات کافی در بهداری زندان درخواست اعزام به بیمارستان خارج از زندان کرده است که این درخواست با مخالفت دادستان رژیم مواجه شده. به گزارش تلویزیون الجزیره 16 بهمن به دنبال بیرونی شدن توافق اداره جهانگردی تونس با جهانگردی رژیم ایران جمعی از مردم تونس در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زده و خواهان لغو این توافق شدند. آنها شعار می‌دادند جهانگردی رژیم ایران در تونس محکوم است. در بیانیه تظاهرکنندگان آمده است مردم تونس نمی‌خواهند رویدادهایی که رژیم ایران در عراق، لبنان، یمن و سوریه انجام داده در تونس نیز تکرار شود. توافق جهانگردی با رژیم ایران خطری سرنوشت‌ساز برای امنیت و ثبات و آینده جهانگردی در تونس است و میبایست فوراً لغو شود چرا که تونس کشور محبت و بردباری است. تظاهرکنندگان همچنین خواهان تعطیل شدن مرکز فرهنگی و سفارت رژیم ایران در این کشور شدند. روز 13 بهمن ماموران گارد زندان گوهردشت کرج در یورش به سالن شماره 21 در بند 7 که اکثرا زندانیان سیاسی مذهبی اهل سنت در آن محبوس میباشند با مقاومت زندانیان مواجه شدند. ماموران میخواستند با پوتین وارد محوطه سالن شوند که در مقابل ایستادگی زندانیان مجبور شدند پوتینهای خود را درآورده و وارد سالن شوند. صفحه یوتیوب العالم وابسته به رژیم ایران مسدود شد. روز دوشنبه 12 بهمن خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم خبر داد صفحه یوتیوب شبکه العالم رژیم ایران مسدود شده است. مسئولان یوتیوب عنوان کردند که صفحه یوتیوب العالم را به خاطر شکایت سازمان رادیو تلویزیون عربستان مسدود کرده است. آقای محمد علی طاهری از روز شنبه 10 بهمن 1394 پس از اتمام 5 سال محکومیت اعتصاب قضای نامحدود خودش را تا آزادی بی قید و شرط اعلام کرده است.
روز سه‌شنبه دوم فوریه نتیجه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در آیووا اعلام شد. در میان جمهوری‌خواهان سناتور تد کروز با 28% آرا اول و دونالد ترامپ با 24% و سناتور مارکو روبیو با 23% آرا در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. در میان دموکرات‌های انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری هیلری کلینتون 49.85% و برنی ساندرز 49.62% آرا را به دست آوردند. هر دو اعلام پیروزی کردند. انتخابات مقدماتی در ایالت‌های آمریکا برای تعیین کاندید ریاست جمهوری 2016 میباشد. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. جهت دسترسی به آرشیو ایراوا لطفاً به وبسایت radioirava.com مراجعه بفرمایید. درباره انقلاب ضد سلطنتی 1357 بسیار خوانده و شنیده ایم. برخی آن را عزای ملی می دانند و برخی بهاری که پایدار نماند و خیلی زود جای خود را به زمستان سرد و تیرگی داد. انقلاب 57 هرچه بنامیمش اما یک پیروزی بزرگ در تاریخ معاصر مبارزات مردم ایران به شمار می رود. نقطه عطفی که ادامه دهنده خواستهای مردمی انقلاب مشروطه و شعله است که با سکته‌ای همچون خمینی خاموش نشده است. امروز در خدمت آقای پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک هستم تا با ایشان درباره انقلاب 57 به گفتگو بنشینم. سلام میکنم خدمتتون آقای خزائی، خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم از اینکه دعوت به این گفتگو رو پذیرفتید. من هم درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیزتون و کارکنان رادیوتون و در اختیار شما هستم. خواهش میکنم آقای خزائی، همونطور که میدونید در آستانه انقلاب ضد سلطنتی 1357 هستیم. این روز رو اول از هر چیز بهتون تبریک میگم و با اجازهتون میخواستم اولین سوالم رو خدمتتون مطرح کنم. مهمترین عامل نارضایتی مردم قبل از سال 57 چی بود که مردم رو برای قیام علیه شاه شوروند؟ ملت ایران هیچ مشکلی نداشت با نه با خودش، نه با فرهنگش، نه با تاریخش. مشکل ملت ایران یک مشکل تنها بود و آن آزادی بود. چون مملکت ما مملکت بسیار غنی بود، مملکتی است واقعا سرشار از منابع، سرشار از هوای خوب، ملت خوب، تاریخ باشکوه و خلاصه ما هیچ مشکلی نداشتیم جز آزادی. یعنی به قول سوکارنو که یک زمانی در اندونزی در جمع غیر متحدها پیش نهرو اینا گفتش که آزادی هم به سان صلح تقسیم ناپذیر است. همانطوری که نیمه جان نمی شود زیست، نیمه آزاد هم نمی شود زندگی کرد. یعنی اصل و اساس ایدئولوژی حاکم بر ملت‌های جهان با همه این پاسی بلندی هایی که طی شده، این همه جنگ ها، خونریزی ها و خلاصه مقاومت ها، یکی بیشتر نیست کن مردم میخوان حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. و بعد از گذاشتن از همه این گزارهایی که شما میدونید انواع اقسام ایدئولوژی های ضد دموکراتیک اومد، از مسیحیت قرون وسطا که مخوف بود که پاپ
ولی فقیه بود، خودش نماینده خدا روی زمین میدونه، مثل خمینی و مثل داعش. بعدش ایدئولوژی سیاه و قهوه‌ای نازیسم و فاشیسم و فرانکویسم و امپراتوری ژاپن و که اونا هم خودشون رو حاکم مطلقه میدونستن و بعضیشون بر اساس نژاد بودن، بعضیشون بر اساس ناسیونالیسم مطلق و متعصب بودن، تا نوع قرمزش سرخش که با ربودن انقلاب 1950 روسیه که یکی از بهترین انقلاب‌های تاریخ بود و حزب‌اللهی کردنش، ازش استالین در اومد، ازش سیستم‌های مخوفی در اومد که آزادی مردم رو گرفتن، مردم رو تحت شعارهای عوام‌فریبانه و دروغین بین و حزب‌الله که الان میگن فقط حزب‌الله رو نمیگفتن، حزب فقط پرولتاریا، و بعد پرولتاریا هم بعدا بیچاره ترین قوم شد دیگه در طول همون تاریخ. بعد ایدئولوژی سبزش وارد شد. حالا کار نداریم این ایدئولوژی سبز به نام اسلام چجوری وارد شد، در اثر اشتباهات باز غرب که میخواستن جلوی افغانستان وایسن که زیر تسلط شوروی بود و میخواستن کمربند سبز درست کنن، و عیسایی که خود داخل ایران و داخل کشورهای دیدید که اسلامی هم میبینیم که هر وقتی که انقلابی میشه، چون آلترناتیو نیست، چون حزب نیست، چون دیکتاتوری های لائیک و سکولار و دیکتاتوری های مخوف قبلی نداشتن، حتی که انجمن مستقل پا بگیره، یک حزب مستقل پا بگیره، به ناچار چی میشه؟ وقتی اون دیکتاتور، اون حاکم میره، کی جاش پر میکنه؟ کسی که ایدئولوژی تهاجمی داره و سازماندهی داره، پول داره، مثل بازار خمینی، مثل مساجد خمینی، مثل پولهایی که جمع میکرد از مردم، و جایگزین میشه. الان هم دیدید که در جهان عرب و در این انقلابات عربی که بهش میگن بهار عرب، فقط تونسه که موفق شده. اونم که به یوم، من خودم تونس رفتم با حزب کارگر اینجا مهمون بودیم چهار نیم پیش، و اونجا دیدیم که تنها کسایی که تونستن سکاندار بشن، نذاشتن که این خونوسی و اون حزب النهضه مثل حزب خمینی جمهوری اسلامی درست کنه با قول خمینی، چهار سازمان محکم بودن که از زبان قدیم، از زبان بورقیبه مونده بودن. یکی سازمان زنان بود، اتحادیه کارگری بود، انجمن و کانون وکلا بود، و یکی هم انجمن و کانون کارفرمایان بود. این چهار تا که امسال هم دیدید که جایزه نوبل رو گرفتن، به حق هم گرفتن در نروژ، اینا نذاشتن که ملاخور بشه انقلاب تونس. اما بقیهشون همونطوری که میبینید همه ملاخور داشتن میشدن، یا شدن و بعد کودتا شد مثل مصر، یا مثل لیبی از هم در بداغون شد، یا مثل انقلاب های دیگه توی منطقه همش خلاصه رفت به سوی اینکه مخت انقلاب خودمون تو ایران و آخوندها گرفتن. مشکل که ما مردم ایران داشت نه مشکل واقعا اقتصادی بود، نه مشکل فرهنگی بود، نه مشکل واقعا تاریخی بود. درسته که فساد زیاد بود و خانواده اون زمان، خانواده هایی میگفتن هزار فامیل داشتن، الان همین هزار فامیلی داریم، باید گفت واقعا صد فامیل که تمام پاسدار و ماستار اینا 80% میگن اقتصاد مملکت دست اینا، پول مملکت 90% توی جیب ایناست. مشکل این بود که ملت ایران آزادی میخواست و این ملت ایران پیشتاز بوده. ما خودتون میدونید که زمانی که ما انقلاب مشروطیت کردیم در اوایل 1900، در آن زمان واقعا الگویی شدیم برای منطقه، برای قفقاز، برای حتی امپراتوری عثمانی، برای مصر و همه جاها. این نهضت تیمش مشروطیت که میخواست که مشروطیت سلطنتی باشه، یعنی شاه مثل شاههای و ملکه های اروپا بشینه سر جاش، دخالت نکنه در کار، یک سمبول باشه و ملت توسط رأی مردم اداره بشه، کشور توسط رأی مردم سازماندهی بشه. که متأسفانه به بیراه رفت، به خاطر اینکه حالا بحثش خیلی زیاده که چرا اینجوری شد. بعد جنبش مصدق کبیر داشتیم، یعنی مردم ایران یک چیز میخواسته و تا حالا چندین جنبش هم کرده که باید گفت چهار جنبش عظیم کرد، که جنبش آخریش هم که جنبش مقاومت مردم ایران برای دموکراسی و آزادی، یک چیزی بیشتر نمیخواد، به آن آزادی حق رأی و حق تعیین سرنوشت توسط رأی مردم، جدایی دین از دولت و تکثر احزاب و
هیچ دینی و هیچ دین دیگه حقیقت نداشته باشه و هیچ قومی بر قومی دیگه حکومت نکنه. معیار رأی مردم باشه، هر کی 18 سالشه رأی بده و مردم انصاف داشته باشن. همین چیزی که توی برنامه شده بینیم آقا. مشکل مردم ایران این بود و هست و مشکل مردم جهان همش اینه. اونایی که هنوز به دموکراسی ها نرسیدن یا تو راه هم یا افتان خیزان دارن ادامه میدن یا به کودتا رسیده وضعشون. البته تو انقلابات دیگه هم بوده دیگه، اگر تو باشه مثلا خوندیم تو تاریخ انقلاب کبیر فرانسه اینجوری بود که به راه رفت کشتن حزب اللهی های اون زمان اومدن ژاکوبین ها شروع کردن به کشتن هم دیگه تا اینکه ناپلون ازش در اومد و دیکتاتوری شد. یک پروسه دیگه که باید این پروسه طی بشه که ما امیدواریم که این بار دیگه مردم ایران بعد از بیش از 100 خورده سال دیگه برسن به اون آزادی. امیدواریم. آقای خزائی، شما اشاره کردید به عامل نبود آزادی در ایران یا کمبود آزادی به قول بعضیا در ایران، ولی از نظر حقوق بشری و اقتصادی هم در داخل کشور گفتین که وضع مردم خوب بوده. البته ما به نسبت حکومتی که الان سرکار هست در ایران میسنجیم، ولی که قابل قیاس اصولا نیست، ولی باز مردم ایران هم از نظر حقوق بشری و هم از نظر اقتصادی در مضیقه بودن، نه؟ بله، خب حقوق بشری میخوره به همون آزادی دیگه سیاسی. یعنی اون کمبودی که مردم ایران داشتن اول همه حقوق بشری بود. و بعد چون ما کشور فقیری نبودیم و بعد هم در سالهای 70 قیمت نفت بالا رفت و پولهای کلانی اومد توی بودجه ایران که البته گفتم خب فساد بسیار بد بود، ولی ما مشکل اقتصادی به اون صورت نداشتیم. درسته که در اثر فساد، در اثر اینکه مثلا فاصله ها زیادتر شده بود بین مثلا دهاتی ها که همه می اومدن به شهرها حاشیه نشین شدن، خب سیاست‌های غلط بود دیگه. یعنی بورژوازی ایران یک بورژوازی پایدار و طبقه متوسط ریشه‌دار مثل اروپا نبود که در قرون قبلی اومدن قرن 17 هم به این بعد و اینا ساختن و جامعه رو درست کردن، نهادها رو گذاشتن. این طبقه متوسط ایران و بورژوازی ایران به دلیل فساد، به دلیل اینکه اون بالا بالاش یه لایه مثل خامه، اون بالا هزار فامیل و اینا بودن تو میچاپیدن و میخوردن. خب این بورژوازی بود که ریشه‌دار نبود. درسته که مدرن بود، درسته که خیلی قشنگ لباس میپوشیدن، درسته که چهره شهرها ایران مثل شهرها اروپا بود در مثلا مدرن بودن و در سبک زندگی و لباس پوشیدن مردم، ولی ریشه‌دار نبود. اینا همه حق دارید شما، اینا همه چیزایی بود که ما مرحله سوزنده بودیم تو تاریخ بود. یعنی ما از فئودالیسم به بورژوازی و طبقه متوسط مثل اروپا نیامده بودیم که اروپا با رنسانس، با عصر روشنگری، با عصر آزادی فلسفی، آزادی دینی و بعد انقلاب صنعتی و ماگناکارتا قبلش مال انگلیس، اون میثاق حقوق بشر تا قرن 13 و همینجوری انقلاب فرانسه، جنبش های کارگری، جنبش های زنان، دیدید که در غرب آمریکا و همه جا استرالیا، کانادا ما این مراحل رو حتی مشکل ما فقط نیست، مشکل همه کشورها که بهشون میگفتن از همان جهان سبونه. مرحله سوزوندن یعنی که شما در یک روال عادی نمیرید به سوی طبقه متوسط، که از طبقه متوسط برید به سوی پیشرفت، بعد ازش دموکراسی آزادی در بیاد. مثلا همین کشور نروژ یا کشور سوئد، اون روز میخوندم مثلا 160-170 ساله که حزب دارن. فکر کنید 160-170 ساله اینا حزب دارن. حزبایی که تا انتخابات میبره اون یکی حزب قشنگ با دستگاهش میاد مملکت برای 4 سال میبره. ولی ما کدوم هست؟ من یادم تو دانشکده حقوق ما یه انجمنی داشتیم که اومدن بستنش میگفتن این انجمنتون صد شاه میخواستن به مرمام تحصیلی ندن، میگن شما چرا خود این انجمن هستی؟ درست. یعنی حتی نمیذاشتن یک اینا همه درسته، ولی کن به هر حال مشکل مردم همون که خودتون هم گفتید حقوق بشر بود و البته به دلیل فقر و نه فقر، به دلیل ای که کشاورزی رو ضعیف کردن، بیشتر کلان سرمایه‌داران اومدن تراس های کشاورزی درست کردن، خرد کشاورزی رو همه ویلان کردن، اومدن حاشیه شهرنشین شدن. این همه عوامل تاریخی اجتماعی، اما مهمترینش اینه که نهادهایی هم که بود همه رو داغون کردن. یعنی اگه مثلا یه حزب جبهه ملی زمان متحده بود نابود شد، اگه حزب مثلا دموکرات های ایران بود، حزب حتی اون موقع حزب سوسیال دموکرات های ایران بود بعد از زمان مصدق، اینا همه نابود شد و یه خلای بزرگ ایجاد شد و این خلا توسط کی پر میشه؟
توسط آخوندها، ملاها و پوپولیستای مذهبی، نیروهای مرتجع. بله آقای خزای، شما اشاره کردید به انقلاب مشروطه، انقلاب 57، و توضیح دادید که مردم ما برای آزادی بیش از 100 سال هست که دارن مبارزه میکنن و جان و خون میدن. سوالم این است که آیا این انقلابات، این تحولاتی که در ایران روی داده تو این 100 سال اخیر و انقلاب 57، آیا در ارتباط با یکدیگه هستن، یعنی ادامه هم دیگه هستن، و کلا هدف از انقلاب 57 چی بود؟ اینا واقعا نخ نبات مشترکی دارن، یک نخ نبات دارن که از همون 1904 و حتی قبل از اون هم همینجوری میاد جلو و انقلاب مشروطیت میشه، بعد جنبش جنگل میشه، بعد قیام ملی شدن نفت میشه، حول مصدق پدر تاریخی ملت ایران، انقلاب بهمن میشه و الان هم که جنبش های مردمی و مقاومت سازمان یافته برده. همه اینا بقیده من مثل حالت دومینو همه به هم وصله. یعنی یک حرکت حرکت دیگر ایجاد کرده، اون حرکت حرکت دیگر ایجاد کرده. مثلا توی جنبش مشروطیت خب واقعا جامعه بسیار بسیار به جلو پرتاب شد از نظر تفکر، از نظر مدرنیته، از نظر شناخت تمدن جهانی، شناخت دموکراسی، حقوق بشر، حالت آزادی زنان، آزادی پوشش، آزادی، یعنی یه حرکت عظیم کرد. ولی که متاسفانه به دلیل همون دلایلی که براتون قبلا گفتم اینا هی شکست خود پسر هم، ولی این دلیل نمیشه که تا ابد شکست میخوره. باز میارم سراغ انقلاب فرانسه. ببینید بعد انقلاب کبیر فرانسه که یکی از باشکوه‌ترین انقلابات تاریخه، خب یه دوره هرج و مرج و حزب اللهی اینا داده شد، بعد همدیگر رو کشت، حتی روبسپیر، حتی همه سران یک انقلاب همدیگر رو باگیرتون کشتن. بعد از توش ناپولون در اومد، یه دوره دیکتاتوری، بعد از اون یواش یواش دوباره جمهوری ها شروع شد، بعد دوباره سلطنتی تقریبا حالت مشروطیه ازش در اومد، و تا در یک ترمیدور بهش میگن در اصطلاح فرانسوی، این روند انقلاب رو ترمیدورها، همینجوری پشت سر هم به هم وصل شدن تا شد به جمهوری چهارم، جمهوری پنجم و الان دموکراسی در فرانسه. این حوادث و این رویدادهای تاریخی کشور ما هم همه به هم وصل، همه مکمل همدیگره، همه واقعا آدم ناراحت میشه، آدم غم میگیرتش، آدم واقعا خون به دل میشه که چرا باید این ملت بیش از 100 سال، 115 سال هنوز هی باید بجنگ، خون بده، از خون جوانان وطن لاله دمیده عارف قزوینی بگیرید تا امروز، تا 30 خرداد، تا اعدام ها، تا قتل عام مردم کرد و بلوچ و عرب و اشرف و لیبرتی و نه. یعنی اینا یک نخنبات داره و من خوشبینم، من معتقدم که باشه، ما کشورهایی که اون تکامل تاریخی که براتون گفتم تو اروپا رو طی نکردیم، کار ما سختره، کار ما افتان و خیزان بدتری داره، کار ما لنگی داره، اما یک مشکل عظیمی که ما داشتیم، اینم براتون ته این جواب براتون بگم، غیر از اون مشکلی که گفتم نداشتن نهادهای ملی مثلا احزاب بوده، یک مشکل هم این بوده که خود جنبش ها سازماندهی محکمی نداشتن. یعنی یه جنبش سازمان میخواد، یعنی آرمان درست میخواد، بعد تشکیلات میخواد، این تشکیلات اصلا نمیتونی شما کاری، حتی احزاب شما تو کانادا اگه بشه بی تشکیلات، بی نمیدونم برنامه، بعدم یک رهبر و خلاصه آدم هایی میخواد که سکاندار خوبی باشن، برونندش، نه به سقوط ببرنش، بعد گرای درست میخواد، یعنی باید گرای تو عوض نکنی، گرای دموکراسیه. حالا بیان بگه الان بریم با امپریالیسم جهانی و با فلان بجنگیم و اینا، با این نمیشه، گرای یکی هم پرداخت بها میخواد. و ما چون اینا رو نداشتیم، مثلا توی جنبش مشروطیت رهبرش ستارخان بود، اون بالا بود بیچاره، کنترلی روی تهران نداشت، کنترلی روی جاهای دیگه نداشت، بعد خب آدم های ملی بسیار مهم سلحشوری هم بودن که از اقصا نقاط ایران حرکت میکردن، مثل گیلان و مازندران، مثل بختیاری ها، سردار اسعد، مثل یوسف خان ارمنی که فرمانده ارتش مقاومت مشروطیه شد. ولی ما یک سیستم، یک سازماندهی، یک برنامه سازماندهی شده، یک فرماندهی واحد نداشتیم. مثلا شما فکر کنید در انقلاب خود آمریکا همسایه شما، خب در بعض آمریکای شمالی دیگه، بله،
ببینید اونجا اولش خیلی حرکت شد، خیلی کار شد، خیلی هم خونها دادن، خیلی هم خونها دادن، حتی مبارزه مسلحانه کردن. مسلمان ببر اولین تیر از تپانچه بیرون داد که گفتن تیری که جهان شده شد که باعث شد که منو مبارزه مسلحانه کرد. اما جورج واشنگتونی میخواستن که در رأسش باشه، فرمانده کل قوا باشه، فرمانده ارتش آزادیخواه شده، برنامه داشتن برای همینه که پیروز شدن. ما نداشتیم متاسفانه تو تاریخ. ما خوندیم که ستار خان بعد از انقلاب مشروطیت که پیروز شد اومد تهران، در پارک اتابک چیکارش کردن؟ حمله کردن، به زخمیش کردن و حقیقت شهید شد. تا اینکه رهبر یک انقلابی که میاد از تبریز پامیشه میاد اینجا یه بلند بشوید که تهران را افتاده که هر که سی خودش کار میکنه و بعد کی اینجا فدا میشه؟ رهبر واقعی انقلاب مشروطیت ستار خان بزرگ. یعنی هم قبلش یه تیک سنگ بشه که شابل از این مثلا خیلی مردم مثلا نگاهش هم نمیکنم مثلا ولی که ما الان خوشبختانه علیرغم همه این پایین بلندیش ها شد، این سونامی هایی که سر ما اومده، هم یه برنامه داریم، هم اساسنامه داریم، هم برای تشکیلات قوی داریم که نمونهش دیدی تو همین چند روز پیش که پاریس با شکوه‌ترین راهپیمایی که در تمام دنیا مثل توپ صدا کرد، هم خلاصه آدم هایی داریم که در رأس این مقاومت هستن که واردن بینا هستن و خلاصه میدونن که با جهان امروز باید چجوری برخورد کرد، استراتژی میخواد، تاکتیک میخواد. بعضی هم این باهایی که واقعا میدن دیگه با خون و جان و زمان و وقت و هستیشون بازدن. اینه که من خوشبینم که به هر حال باید اگر هم مبارزه باشه باید حول تشکیلات باشه، چون هیچ جا بدون تشکیلات پیش نرفته. انقلاب هند بدون تشکیلات پیش نرفته، انقلاب های دیگه، خود آنسه آفریقایی. شما یک جای به من بگید که بی تشکیلات پیش نرفته، هر جایی که بی تشکیلات پیش نرفته منجر به چی شده؟ هرج و مرج و ضد انقلاب شده دیگه. یعنی مثلا نیروهای اومدن گرفتنش که بدتر از 100% بدتر از رژیم بوده که ثابت شد. آقای قضایی، همیشه میگن که انقلاب 57 به هدفش نرسید و شکست خورد. البته من عقیده دارم که درسته به همه اهدافش نرسیده، ولی خب به یکی از هدفهای بزرگش که سرنگونی رژیم شاه بود رسید. ولی از اون طرف ما با ظهور فردی به نام خمینی در جریان انقلاب 57 مواجه شدیم و میخواستم یک لحظه فرض بفرمایید که اصولا اگه خمینی در صحنه نبود، آیا با توجه به خواب و خیالهایی که غرب برای منطقه داشت و برای ایران داشت، فکر میکنید ایران امروز در چه وضعیتی قرار میداشت یا ایران سال 57؟ این بحث خیلی جالبی است که شما پیش کشیدید. ببینید انقلاب که شروع شد خب یک حرکت اصیل بود که به دنبال همین تحولاتی بود که پشت سر هم در تکامل تاریخ ایران اومده جلو. این که آدم بگه شکست خورده میشه گفت مقطعی شکست خورده، همونطوری که انقلاب کبیر فرانسه در مقطعی شکست وحشتناکی خورد، وحشتناک، و حتی انقلاب آمریکا هم شکست بدی خورد که بعد چندین ده سال بعدش جنگ های شمال جنوب شد دیگه، جنگ های بردهداری و اینا که اصلا داستان کل شیرازی مملکت هم میپاشه. اگه مثلا یک رهبر بزرگی، برای همینه که میگم رهبر زمامدار در طول تاریخ مهمه، مثل ابراهام لینکلن و الان اصلا پاشیده بود آمریکا، الان معلوم بود چه خواهد شد. سرنوشت انقلاب ما هم درسته که در یک مقطعی شکست بود و الان هم میدونید که الان حدود 37 ساله گیرش آمده، ولی در روند تکامل تاریخ اینها سکته های کوچیکیه تو تکامل تاریخ. منتها این سکته ها بعضی موقع خب طولانی سر، مثل آفریقای جنوبی که نزدیک 50 سال شد، هند نزدیک 60 سال شد، ما الان 37 سال. خیلی از انقلابات بوده که زود به نتیجه نرسیده، پسی بلندی داشته. اما اون چیزی که من به شما میگم نقطه عطف واقعا مصیبت تاریخ ایرانه، نقطه عطف مصیبت تاریخ ایران، چون همه کشوری نقطه عطف خوب دارن یا نقطه عطف مصیبت دارن که اینجا یه شکست ایجاد شده، یه ریلی دیگه شده، سرنوشت اون کشور به بیراه رفته، رنجی زیادتر شده، کارش بدتر شده و بالعکس چیزهای مستند. ما مشکل بزرگ من به عقیده من کودتای 28 مرداده. یعنی اگر نیروهایی که در خارج کشور مثل نیروهای ابرقدرت‌های غربی این حماقت نمی کردن که مصدق ضعیف کنن، مصدقی که واقعا سمبل
پلورالیست بود، سمبول دموکراسی بود، سمبول حقوق بشر بود، خودش حقوقدان بود، توی سوئیس و فرانسه درس خوند، ما تو دفتر رو تزاش و کتاب درسیمون بود. خب اینها به دلیل این اشتباه، به دلیل اشتباه این یک نقطه شکستی برای تاریخ ایران شد، چون اینا همه به هم وصله، حالت دومینو داره دیگه، افکت دومینو داره. یعنی اگر مثلا کودتای 28 مرداد میشد، اگر واقعا توده یا چون بدبختیش این بود که ملت ایران را مصادف از سه چهار طرف سه چهار سونامی و خیانت بودن، یکی از طرف غرب و راستش که آمریکا و انگلیس بودن که میخواستن بندازن مصدق، چون نفت ملی کرده بود، چون اون شرافت و اون حاکمیت ملی رو تقویت کرده بود، مردم مسلط شده بودن به سرمایه ملیشون. از اون برم توده ها که اجنداشون چی بود؟ خودشون هم میگفتن اجنداشون این بود که ایران هم بشه یکی از کشورهای اتحاد جمهوریش بره، بشه گفتن ایرانستان دیگه، مثل قرقیزستان، مثل ترکمنستان، حتی مثلا تو همین نروژ یک حزبی بود به نام الکوپه، این حزب دقیقا توده‌ای بود و اون هم میگفت که نروژ باید بشه یکی از اقمار مثل لاتویا و لیتوانیا و نکه شمال اروپا هستن. فنلاندی هم میخواستم ببرنشون ولی جنگیدن نداشتن، استالین بگیردشون. یعنی اشکال ما این بود که ما این نقطه شکست تاریخ ما شد. اگر ما، اگر غرب، اگر این بلاها رو نجد، اگه سازمان داشتیم، باید دوباره برمیگردم سر سازمان. مثلا اگه زمان مصدق یک انسان والایی بود، مصدق انسانی بود که واقعا خوشقلب بود، خوش مثلا ارتشو منحل نکرد، مثلا فرماندهای ارتش مثلا سپاه و زاهدی رو نذاشت کنار، خب اون چی میدونه؟ اون فهم کرد که ما داریم در یک روند تکاملی وارد یه مشروطه سلطنتی مثل مثلا دانمارک میشیم، هلند میشیم، که شاه و ملکه اونجا مثلا پره نیستن، ولی چون تشکیلات نبود، چون یک نیروی مثل مجاهدین نبودن، که مجاهدین میدونی که مصدقی های هستن که سازمان یافته شدن و گفتن که پیرمرد ها و قدیمی ها خراب کردن، مثلا مصدقی و واقعی مجاهدین بودن. خود مصدقی هم توی اون یکی از نامه هاش می نویسه که بعد از من مجاهدین و فرزندان جوان این ملت این راه را ادامه بدن. این نقطه شکست باعث شد که همون حفره ایجاد شد که ما سه نیرو داشت علیه ملت ایران مصدق می جنگید. یکی غرب بود به دلیل گفتم، یکی شوروی و توده‌ای بود، یکی هم کاشانی بود و آخونده ها که اونا حکومت مشروعه می خواستن. زمان مشروطیت هم شیخ فضل‌الله نوری سواره اولاغ بشد توی بحار بدن واسه می گفت که مشروطه یعنی چی؟ مشروعه بخوانید همین خلیفه داعش و همین ولایت مطلقه فقیه، همون موقع درست. اون می گفت مشروطه. اینه که ما در اثر این سه عامل و نبودن تشکیلات در داخل، این نقطه شکست بشد. انقلاب بهمن هم اگه بعد شکست خورد به دلیل این بود که اون سازماندهی ها باز نبود، که بعد دیگه واقعا باید تبریک گفت به مجاهدین خلق آقای مسعود رجوی که زود یک تشکیلات درست کردن داخل ایران. الان همشون میگن، حتی ابراهامیان و این یاروها همشون که نمیزن میگن که در یک مدت کوتاهی مجاهدی شدن قوی ترین و سازمان ترین حزب داخل ایران. البته فدایان هم بودن، متاسفانه اونا رو شقه کردن دیگه، اکثریت و اقلیت مثل بلشویک و منشویک و اونا رو داغون کردن. ولی خب من یادم مثلا وزارت خارجه وقتی می اومدیم صبح می اومدم برم وزارت خارجه پارک می کردم، اونجا صف تا صد متری 200 متری بود برای خریدن نشه مجاهد. و بعد در تمام ایران اینا انجمن و دسته و گروه و سازمان و تشکیلات پیدا کردن. خب این دیش بود دیگه به دلیل حفره‌هایی که شاه و دیکتاتوری ایجاد کردن، که بعد دیگه خمینی دیگه مسلط شده بود و دیگه این قولی بود که مشروعیت رو از انقلاب گرفته بود، ولی در حقیقت دیو و انقلاب سوز بود و ایران سوز شد و این که نشد. اینا هم بقید من دلالیه که میشه گفت که در این مرحله آره شکست بود انقلاب ما، ملاخر شد، منحرف شد، ولی این میتونه یه پایه بشه برای روی این، چون دیگه به گذشته که نمیتونیم برگردیم. و یه چیز هم دیگه هم که هم بهتون بگم اینه که من معتقدم این یک عقده، یک دمل تاریخی بود، این ارتجاع مذهبی یه روزی باید میزد بیرون، باید مردم دنیا جهان الان بفهمیدن که بابا این همه میگفتن اسلام 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 حکومت اسلامی شریعه نمیدونم اگه این بیاد چی میشه،
اینم باید بزنه بیرون و زهرش بریزه، مثل که نازیست بریز، ناشنال سوسیالیست بریز، فاشیست بریز، استالینیست، پل پوت، یک میلیون جمجمه گذاشته و رفت. خب اینها متاسفانه باید یه موقعی تاریخ رو نمیشه دور زد، باید توش رفت رنجش کشید، مثل یه بیماری که باید بری و در مقابلش مسئولیت پیدا کنه. قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا رو شنیدید با آقای خزائی. برای شنیدن این گفتگو و دیگر مصاحبه های رادیو ایراوا لطفاً به وبسایت ما radioirava.com مراجعه بفرمایید و لطفاً رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی توییتر، فیسبوک، یوتیوب، ویمیو، گوگل پلاس، ساوند کلاود، پینترست و تلگرام دنبال کنید. بخش فارسی رادیو ایراوا در همین جا به پایان میرسه. با تبریک مجدد به مناسبت فرا رسیدن سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 توجه شما رو به بخش انگلیسی رادیو ایراوا جلب میکنم. زنده باد آزادی. Good afternoon and welcome to Radio Irava. My name is Nargis and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM and RadioIrava.com. Today is February 7, 2016. The Iranian resistance on February 5th called on the United Nations and international human rights organizations to condemn the detention and harassment of Dr. Mohammad Maliki, the first Tehran University chancellor after the 1979 revolution. At 10 a.m. Friday, February 5th, the 82-year-old Dr. Maliki was arrested by a group of MOIS agents at Parkway intersection in Tehran, the capital. The agents treated him cruelly as they pushed him into a Peugeot. As a result, Dr. Maliki suffered an injury to the head and severe soreness of the body. Several hours later, the suppressive forces abandoned him in a deserted area near Behesht Zahra in southern Tehran. Dr. Maliki, who was first arrested in 1981, has spent many years in the regime's prisons, although very ill. He has been detained and imprisoned many times and again in recent years by the regime's suppressive organs. Dr. Maliki and a few of his friends, in a symbolic act, were picking up garbage from the streets. According to Reuters, February 4th, Canada will not rush into lifting sanctions against Iranian regime, said Prime Minister Justin Trudeau. Speaking to reporters in Calgary, where earlier in the day he met with oil industry leaders, Trudeau said that the deal had helped dampen Iran's nuclear capabilities, but there were still significant concerns about what he called the country's state sponsorship of terrorism and abuse of human rights. We're going to be very careful and thoughtful, working and coordinating with our allies in the way that we move to re-engage and lift sanctions on Iran, Trudeau said. We are going to be responsible about it. In a related news, the Canadian government imposed new sanctions against Iranian regime's missile program and six individuals and one organization. Canadian Foreign Minister Stephane Dion said Canada is concerned about Iran's nuclear ambitions and added, Canada will not ignore its standards, especially in the areas of Iranian regime's human rights violations. Canadian Foreign Minister stressed that broad sanctions brought the Iranian regime to the negotiating table and led to an agreement that pushed back the regime's nuclear program. Canadian government said, we will continue our strong commitment towards human rights situation in Iran. Canada is against Iranian regime support for terrorist organizations and ballistic missile program. A supporter of a religious minority, Irfan Halqe, who was previously detained and released, was again summoned on Thursday, January 28, by Branch 1060 of the Tehran Criminal Court to answer the new charges set against her. She was ordered to appear in court on February 9. Misai had been previously charged with disrupting public order and taking part in an illegal assembly in support of Muhammad Ali Tahiri. She was then temporarily released on bail. Currently, a large number of supporters and sympathizers of the Irfan Halqe group have been sentenced to prison or have opened judicial dossiers. Furthermore, during the past few months, the supporters of Dr. Muhammad Ali Tahiri, the founder and leader of this group, has also been facing judicial prosecution. Dr. Muhammad Tahiri currently is on an indefinite hunger strike to be freed unconditionally. He has served his 5-year imprisonment.
Ghazipur member of Iranian regime's Majlis or Parliament warned that 50% of society is comprised on women and said the main responsibility in life is raising children and this is on women's shoulders. If women are to be always present at work in offices, who is to raise the children? Who will provide them religious teachings? Who will teach them moral and cultural matters? The Islamic society in Iran is proud of its women's hijab. We must support them in order to maintain the dignity of women's hijab. The Iranian regime imposed hijab on women in 1979 by force. According to the Iranian resistance, January 13, the public prosecutor of the city of Khoi, northwest Iran, has prevented medical care to the political prisoner Zainab Jalalian outside of prison. Jalalian is suffering from pterygium and intestinal problems, and she has requested to be sent to a hospital outside of prison after her transfer to Khoi prison to inadequate assist in this clinic. Associated France Press reported February 5th that a growing number of young girls are being forced to marriage in Iran, UN rights experts warned Thursday. Following a review on the situation in Iran, the UN Committee on the Rights of the Child, CRC, urged the country to repeal all legal provisions and authorize, condone, or lead to child sexual abuse. The committee, which is made up of 18 independent experts who monitor the implementation of international children's rights treaties, said it was seriously concerned over reports that child marriages in Iran were on the rise. A growing number of girls at the age of 10 or younger are subjected to forced marriages to much older men, CRC said, stressing the devastating effects child marriages can have on the physical and mental health of a young girl. The expert called on Tehran to introduce national law clearly banning and criminalizing the practice. The committee also raised a range of other disturbing issues, including the fact that boys in the country are considered criminally responsible at the age of 15 and girls at the age of 9. This means children down to these ages can be subjected to sentences involving torture or cruel, degrading treatment of punishment, it said. Most distressing, perhaps, is that some crimes committed as a minor in Iran are punished by death. Children have been executed in Iran, committee member Bernard Gaston told reporters. His colleague Benyam Mazmour described the situation as being of very serious concern. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. Please subscribe and follow Irava on YouTube, Vimeo, Twitter, Google Plus, SoundCloud, Pinterest, Instagram, and Telegram. And like us on Facebook as well. از شرف و سرداری قصه در خاطره مام وطن بگفتند در ما ادامه دارند چون زنده رو داربند موسا و اشرف بگمور در هر سرود و سویم Oh.
لب پنجره ها دارد هستان همه گل که به دامان زمستان خفتند شیر و کهسار تدائی شود از نام شما گرچه تان اشرف و موسا به اسامی گفتند در ما ادامه دارند چون زنده رو داربند موسا و اشرف بگوار در هر سرود و سرگمند سان خون گل Thursday, February 11th is the 38th anniversary of Iran's 1979 revolution. This revolution is said to be the continuation of Iran's constitutional revolution in the first decade of 1900. The Iranian people are fed up with the current regime and desire change. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Please tune into Irava next Sunday at 3 p.m. on 89.1 FM, CHUO.FM or RadioIrava.com. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. خیلی سپاهش بی سپاهه بیا تا با